جین کمپیون فیلمساز نیوزلندی رو عمدتا به خاطر اثر تحسین شده پیانو در دهه 90 میلادی میشناسیم. اثری که علاوه بر برمغان آوردن نخل طلا اونو به اولین زنی تبدیل کرد که این افتخار بزرگ رو کسب کرد. تازه ترین اثر فیلمساز نیوزلندی در سال 2021 میلادی قدرت سگ نام داره. فیلمی که جوایز بسیاری از جمله شیر نقره‌ای جشنواره ونیز و جایزه گلدن گلاب بهترین فیلم رو تصاحب کرده. علاوه بر این فیلم با نقدهای بسیار مثبتی مواجه بوده. با من حمیده شیخی در نقد و بررسی فیلم قدرت سگ همراه باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب رو فراموش نکنید و کانال ما رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. فیلم داستان دو برادر گاوچران رو روایت میکنه که در زندگی رویکردهای متفاوت و متضادی رو در پیش گرفتند. نقش یکی از برادرها به نام فیل رو بندیکت کامبربچ، هنرپیشه سرشناس انگلیسی، بازی میکنه. او چکمه، شلوار و کلاه کابویی میپوشه و به جای خونه در رودخونه استحمام میکنه. با اینکه تحصیلات آکادمیک داره، به تغییرات جهان جدید تمایل چندانی نشون نمیده و به طور کلی به سنت‌های گاوچرانی و کابویی دلبستگی بیشتری داره. فیل دائما از اسطوره‌ای به نام برانکو هنری نام میبره که سالها قبل اصول مزرعه داری و گاوچرانی رو به او و برادرش یاد داده. فیل برای برانکو هنری احترام زیادی قائله. در مقابل برادرش جورج حتی از بردن نام برانکو هنری امتناع میکنه. جورج کت شلوار میپوشه، پاپیون میزنه و با فرماندار هش و نش داره. او از برادرش میخواد که جهت حاضر شدن در جمع مهمانها استحمام کنه. آشنایی دو برادر با یک زن بیوه که کافه محلی رو اداره میکنه داستان رو وارد فاز جدیدی میکنه. میزانسن‌ها و زمین چینی های روایی مخاطب رو متقاعد میکنه که با رقابت عشقی میانه دو برادر بر سر تصاحب یک زن مواجهه. اما فیلمساز این فرصت دراماتیک رو رها میکنه و جورج پس از ازدواج با این زن، اون و پسرش رو برای زندگی به مزرعه خودش میبره. در این میان فیل به هر روش ممکن موجبات آزار و اذیت روحی و روانی همسر برادرش رو فراهم میکنه، ولی به تدریج با فرزند او رفتار مهربانانه تری در پیش میگیره. رفتاری که با توجه به گذشته فیلم و جنس ارتباطش با برانکو هنری بوی خوشی از اون استشمام نمیشه. صحنه‌های اولیه فیلم با صدای روی تصویر از پسرک آغاز میشه که اظهار میکنه بعد از مرگ پدرش بزرگترین خواستش اینه که از مادرش محافظت کنه. اما در ادامه فیلم بدون حضور این راوی و به طور مستقیم روایت میشه. از نظر فیلم نام نویسی و قصه گویی فیلم در نهایت ایجاز به صورت کاملا روان داستان خودش رو روایت میکنه، اما نحوه ارائه اطلاعات به صورت قطره‌ایه و به آرامی در فیلم صورت میگیره. به عنوان نمونه فاجعه‌ای که در انتهای فیلم رقم میخوره به صورت مستقیم در فیلم نمایش داده نمیشه، ولی مخاطب از طریق همین سرنخ‌های تدریجی به یقین مسبب فاجعه رو شناسایی میکنه. علاقه پسرک به مادر، تشریح کردن خرگوش در اتاق، خلاص کردن خرگوشی که پاش آسیب دیده، موضوع سیاه زخم، همه و همه در حکم تکه های پازلی هستند که قرار تصویر نهایی مخاطب از فاجعه‌ای که در آخرین صحنه های فیلم اتفاق میافته رو شکل بدن. این به نوبه خود باعث شده فیلم انتهای غیر منتظره و غافلگیر کننده داشته باشه. به نظر میرسه فیلمساز بیشتر از حد معمول برای تماشایی تر شدن سکانس اختتامیه سرمایه گذاری کرده، به طوری که کلیت فیلم برخلاف داستان سرراست و روان کسالت آور و خسته کننده است. در بسیاری از سکانس های فیلم مخاطب در بیشتر لحظات صرفا باید به تصاویر خیره کننده از مناظر طبیعی و بازی خیره کننده تر بندیکت کامبربچ بریتانیایی دلخوش کنه. همین نقش آفرینی فوق‌العاده احتمالاً اون رو در رده نامزدهای اسکار بهترین بازیگر مرد در سال پیش رو قرار میده.
یکی از حفره ها و باک های فیلم نامه الکلی شدن مادر پسرکه که برای اون ادله کافی ارائه نمیشه، به ویژه اینکه او در جایی از فیلم نفرتش رو از الکل اعلام کرده و بیشتر از اون همسرش به خاطر دائم الخمر بودن خودش رو به دار آویخته. آزار و اذیت های روحی و روانی فیل هم به نظر نمیرسه دلیل کافی برای پناه آوردن به الکل باشه. فیل و جورج به عنوان دو برادر ثروتمند تا قبل از اومدن همسر جورج در یک اتاق و گاهن در یک تخت خواب میخوابند. فیل که احساس میکنه برادر خودش رو از دست داده، واکنشی به شدت منفی نسبت به این ازدواج داره. آیا با توجه به واکنش ها و ارتباط دو برادر میشه اظهار نظر کرد که ارتباطی خارج از عرف بین اونها در جریانه؟ ارتباطی از جنس ارتباط فیل با اسطوره زندگیش فرانکو هنری. فیلمساز تقریبا تکلیف هیچ کدوم از این موارد رو به صورت شفاف مشخص نمی کنه. همچنان که ارتباط احتمالی فیل و پسرک نوجوان در حالی از ابهام باقی میمونه. مبهم و دو پهلو گذاشتن خطهای اصلی داستان اگرچه میتونه یک رویکرد هنرمندانه تلقی بشه، در این حال نمیشه انکار کرد که باعث الکن شدن قصه شده و لطمه جدی به اون وارد کرده. فیلم بیشتر المان‌های ژانر وسترن رو داره. المان‌های نظیر چکمه‌های مهمیزدار، کلاه‌های کابویی، شلوار چرمی، دشت‌های وسیع، گاوچران‌های همواره در حال سیگار کشیدن و الکل نوشیدن. با این حال مؤلفه اصلی سینمایی وسترن یعنی هفت‌تیرکشی، دوئل و زد و خورد در این فیلم غایبه. این وسترن زنانه و متفاوت بیشتر از زد و خوردهای بیرونی به درون آدم ها متمرکزه و نگاهی زنانه به دنیای کاملا مردانه غرب وحشی داره. از این نظر فیلم عبادی از ژانر وسترن رو به تصویر میکشه که تاکنون پرداخت نشده. اگه طرفدار فیلمی ساختار شکن با ظاهری از جنس وسترن های کلاسیک و پیچیدگی های روانشناختی و کم و بیش معمایی هستید، حتما فیلم قدرت سگ رو تماشا کنید. مثل همیشه با لایک، کامنت و سابسکرایب در کنار ما باشید و با کلیک کردن آیکون زنگوله از جدیدترین ویدیوهای ما در حوزه فیلم و سینما مطلع بشید. ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهیتان.